سلام. بعضی وقتا پیش میاد که دو نفر دارن یه قطعه کاملا مشابه رو اجرا میکنن با یه ساز مشابه، اما اجرای یکی از اون دو نفر خیلی جذابتر و دلنشینتر از نفر دیگه است. یکی از علتهای اصلی این قضیه برمیگرده به تاچ نرمی که یکی از اون دو نفر داره. توی این ویدیو میخوایم با همدیگه یاد بگیریم نحوه صحیح ضربه زدن به ساز اصلا چه شکلی هستش و بعدم یاد بگیریم چجوری تاچمون رو نرمتر کنیم تا صدای قشنگتری از سازمون بتونیم بگیریم. ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید یا اگه تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. برای ضربه زدن به ساز دست ما باید از شونه تا نوک انگشت‌ها توی لخت‌ترین حالت ممکن خودش قرار داشته باشه. دست ما حرکت عمودی نباید داشته باشه روی سطح ساز. حرکت عمودی که داریم فقط از طریق انگشت هستش. پس ما دستمون کاملا باید روی سطح ساز صاف باشه. آرنجمون حرکت عمودی نداشته باشه. مچمون زاویه نگیره موقع ضربه زدن، نچرخ موقع ضربه زدن و کاملا صاف باشن. وقتی میخوایم ضربه بزنیم انگشتامون رو نباید جمع کنیم، نباید جفت کنیم، نباید از هم باز نگه داریم. باید کاملا تو حالت طبیعی خودش باشه. برای ضربه زدن به ساز انگشتی که میخواد این کار رو انجام بده یه زاویه حد اکثری با بقیه انگشت ها میگیره و رها میشه تا برخورد کنه به اون نوتی که میخواییم بهش ضربه بزنیم. وقتی میگم رهاش میکنیم یعنی نیروی خیلی زیادی نیاز نیست پشت انگشتمون بذاریم. با کمترین نیرو باید بتونیم صدای ساز رو به بالاترین شکل ممکن در بیاریم. اینکه محکم ضربه بزنیم از برخورد انگشتمون با نوت هم یه صدایی ایجاد میشه، صدای تاچمون که خیلی مطلوب نیستش و میپیچه توی صدای نوت و کیفیت صدای نوت رو میاره پایین. پس باید با کمترین نیرو بلندترین صدا رو از سازمون بگیریم. این اتفاق هم زمانی رخ میده که ما بتونیم سرعت برخورد دستمون رو با ساز بیشتر کنیم، یعنی سرعتمون رو زیاد میکنیم، سرعت ضربه زدنمون رو زیاد میکنیم، نه که قدرتش رو. سریعتر دستمون رو از روی ساز برمیداریم، یعنی برخورد توی کمترین زمان ممکن باید صورت بگیره. یک اپسیلون ثانیه برخورد داره و سریع بلند میشه از روی ساز. ولی این که میگم بلند میشه یعنی دستمون حرکت نمیکنه، فقط انگشتمونه که از روی نقطه برخورد با ساز فاصله میگیره. دست ما حرکتی نداره، دست کاملا صاف، انگشت ضربه رو میزنه و توی فاصله کمی نسبت به همون نوت وای میسته. این که بمونه روی نوت باعث میشه صدای ساز خفه بشه. ببینید با موندنش توی نقطه برخورد باعث میشه که صدای ساز خفه بشه. ولی نیازی هم نیستش که بعد از ضربه دستمون رو عقب بکشیم، اصولی نیستش، ظاهر قشنگی هم نداره. وقتی میخواییم با انگشت اشاره ضربه بزنیم با مرکز بند اول انگشت این کار انجام میدیم، ولی برای اینکه با شستمون ضربه رو بزنیم با بغل انگشت شستمون این کار انجام میدیم. باز هم دست حالت طبیعی خودش رو داره، کاملا صاف هستش و انگشت یه زاویه میگیره و رها میشه تا برخورد کنه به نوتی که میخواییم بهش ضربه بزنیم. این نکته رو هم بگم که حتما تمامی انگشت هامون باید ناخوناشون کوتاه باشه. مهمتر از همه انگشت هایی هستن که قرار نیست اصلا ضربه بزنن، ولی باید حتما اونها کوتاه باشن، چون باعث میشه فرم و استایل دستمون خیلی حالت زشتی بگیره. اصولا دستا خیلی باز از هم وای میسه وقتی ناخون دارین و همین استایل روتون میمونه و حالت بدی پیدا میکنه توی دراز مدت. پس حتما از روز اولی که سازتون رو میخواید لمس کنید ناخون ها باید کاملا کوتاه باشه. برای تمرین کردن بهتر هستش که تمرکز رو بذارید روی یک انگشت و یک نوت، بعد رفته رفته وقتی صدای درستی از اون انگشت و اون نوت گرفتید برید سراغ انگشت بعدی. برای مثال اول بیاید با انگشت اشاره روی نوت دین تمرین کنید، صدای خوبی که گرفتید، بعد از اون برید سراغ انگشت شست همون دست. تمام اصول رو باید رعایت کنید، دست کاملا صاف بدون حرکت، حرکت فقط از طریق انگشت باید باشه و وقتی همه این شرط رو رعایت کردین و صدای خوبی هم در اومد میرید سراغ دست بعدی. با اشاره دست چپ هم تمرین میکنید تا صدای خوبی از سازتون در بیاد. یه مقدار شاید سخت در باشه اوایلش، ولی به مرور باید قدرت دوتا دستتون کاملا برابر باشه. بعد از اون میریم سراغ انگشت شست. کاملا دست من صاف هستش و فقط حرکت از طریق مفصل انگشتم هستش که به ساز ضربه میزنه.
برای ضربه زدن هم بهتر هستش که فقط از انگشت اشاره و انگشت شستتون استفاده کنید. باقی انگشت ها برای شروع میتونه مناسب باشه و راحت تر حتی باشه، مخصوصا انگشت وسط، ولی در ادامه برای اجرای پترن های حرفه‌ای تر به مشکل میخورید. پس بهتر هستش که از همین ابتدا عادت کنید با انگشت اشاره و با انگشت شستتون به ساز ضربه بزنید. بعد از اینکه روی نوت دینگ کاملا مسلط شدید و با انگشت اشاره و شست دست راست و چپتون تونستید صدای اون رو به خوبی در بیارید، میریم سراغ نوت‌های دور ساز. برای ضربه زدن به نوت‌های دور ساز حتما باید ضربه دقیقاً به لبه دیمپل برخورد بکنه. اگه نمیدونید دیمپل چیه یا بخش‌های مختلف سازتون رو نمی‌شناسید، یه ویدیو میذارم این بالا سمت راست که بتونید اون رو ببینید و با بخش‌های مختلف سازتون آشنا بشید. خب برای ضربه زدن به نوت‌های دور ساز هم بریم از نمای بالا با هم دیگه جایگاه درست ضربه زدن به نوت رو یاد بگیریم و بتونیم صدای قشنگی از نوت‌های دور سازمون هم بگیریم. برای اجرای نوت‌های دور سازمون، دو نوتی که سمت خودمون هست رو با انگشت شست، بقیه نوت‌ها رو با انگشت اشاره می‌زنیم. ضربه باید دقیقاً به لبه دیمپل زده بشه. به اطراف یا مرکز دیمپل اگه بزنیم صدای خوبی از نوت در نمیاد. یه صدای فلز مانندی همراه صدای نوتمون ایجاد میشه که صدای خوبی نیستش. موقع ضربه زدن انگشتمون نباید روی سطح ساز بمونه. با موندنش باعث میشه که صدای ساز خفه بشه. پس ضربه رو که میزنیم یه فاصله کمی انگشتمون از نوت باید داشته باشه بعدش تا صدای ساز خفه نشه و اون کشش رو ما دریافت کنیم. برای ضربه زدن با انگشت شست، ضربه رو دقیقاً به این قسمت‌ها میزنیم. و حرکت انگشتمون یه حرکت المانند هستش که بعد از برخورد میره تو دل بقیه انگشت‌ها به این صورت. برای ما بقیه نوت ها که انگشت اشارم قرار ضربه بزنه، به اون قسمت از دیمپل ضربه میزنیم که سمت خودمون هستش، یعنی به این قسمت ها. دقت میکنیم هر ضربه که میزنیم اون ساستین اون کشش رو داشته باشه، صدای ساز خفه نباشه. اینجوری هر چقدر هم تمرین کنید فایده ای نداره. باید ضربه که میزنید به گونه‌ای باشه که بعد از ضربه نوت کشش داشته باشه. اگه نوت های دورتر رو نمیبینید، نیاز نیست برای دیدنشون خم بشید. میتونید با لمس کردن جایگاه درست دیمپل رو پیدا کنید و بعد ضربه بزنید. تمرین که دارید به این صورت هستش که نوت ها رو از بمترین نوت تا زیرترین نوت اجرا میکنید، یه مکس میکنید، از زیرترین نوت به بمترین نوت برمیگردید. به این صورت دینگ، راست، چپ، راست، چپ، راست، چپ، راست، چپ، چپ، راست، چپ، راست، چپ، راست، چپ، راست، دینگ. بعد دقت کنید تمام ضرباتتون دقیقاً به لبه دیمپل زده بشه و صدا ساستین و کششش رو داشته باشه. صدا نباید خفه باشه به این صورت. دست نباید تو نقطه برخورد بمونه. خب بریم با هم دیگه تفاوت تاچ درست و اصولی و تاچ غیر اصولی رو ببینیم. به این دو تا اجرا دقت کنید. خب همونطور که دیدین توی ویدیوی اول ضربات به اطراف دیمپل زده میشد و با بیشترین نیروی ممکن این کار انجام میشد و خب صدای قشنگی از ساز در نمیومد. برعکس توی ویدیوی دوم کاملا ضربات به لبه دیمپل زده میشد و با نیروی کم و افزایش سرعت حرکت انگشت باعث شده بودش که صدایی که از ساز در میاد خیلی جذاب تر باشه. دقیقا تمام نکاتی که باید رعایت میشد رو رعایت کرده بود و خب طبیعتا صدای قشنگی هم از ساز در میومد. خب یه جنبندی کلی با همدیگه داشته باشیم. برای ضربه زدن به ساز اولین نکته که خیلی مهم هستش اینه که ما بتونیم با کمترین نیرو بلندترین صدا رو از سازمون بگیریم. این که ما با نیروی زیادی به ساز ضربه بزنیم باعث میشه که صدای ساز بلند بشه، درسته، ولی خب کیفیت صدا
از بین میره. ولی با کمترین نیرو وقتی ضربه بزنیم و صدای بلندی بگیریم و سرعت دستمون رو زیاد کنیم، باعث میشه که صدا شفافیتش بیشتر بشه. دومین نکته‌ای هم که خیلی مهم بود این بودش که ضربه به جای درستی از ساز زده بشه. برای نوت دینگ دقیقاً روی نوک قله، برای نوت‌های دور دقیقاً لبه دیمپل. یعنی اگه ما داریم یه قطعه رو اجرا می‌کنیم که 1000 ضرب قرارتون اجرا بزنیم، هر 1000 ضرب ما باید دقیقاً ضرباتمون لبه دیمپل زده بشه. اگه اطراف و دور دیمپل زده بشه یا وسط دیمپل زده بشه، صدای خوبی از سازمون در نمیاد. این نکته خیلی مهم هست که تمام ضربات دقیقاً به لبه دیمپل زده بشه، یعنی دقیقاً لبه این فرو رفتگی که اینجا وجود داره برای همه نوت‌ها. البته رعایت کردن همین دو نکته، قدرت کم موقع ضربه زدن و برخورد انگشت جای درست، باعث میشه که تاچمون نرمتر و نرمتر بشه و صدای جذابتری از سازمون در بیاد. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. خوشحال میشم اگه نظر یا پیشنهادی دارین واسه من توی کامنت ها بنویسید. موفق باشین.